درود بر شما 25 بهمن ماه 1398 خورشیدی و 14 فوریه 2020 میلادی امشب صفحه آخر اختصاص دارد به مجلس شورای اسلامی بقیه شو بذارین در طول برنامه بگم پرده آخر هم آخر برنامه رأی بدیم رأی ندیم نمیدونم دعوا سر حق مردم و حق حکومت که اینا از هم جدا شده است جداست متاسفانه و بحثم همین است این دعوای حق مردم و حق الهی در واقع حق حکومت نماینده حکومت امام زمان یا هر چیزی که به حال بیان حکومت دینی باشه این دعوا بین این حکومت با حکومتی که بر حق مردم استوار باشه از قبل از مشروطه اوایل پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار وجود داشت در ایران جنبش آزادی خواهی تجدد طلبی هر اسمی روش میذاریم به هر حال حاصلش در سال 1285 شد امضای فرمان مشروطه یک حاصل یکی دیگه تشکیل ادالت خانه یا قوه قضایی امروز تشکیل مجلس شورای ملی یا قوه مقننه اولین بار در ایران 104 سال پیش مجلس قانونگذاری به اصطلاح قوه مقننه تشکیل شد مجلس شورای ملی چهاردهم مهر ماه 1285 دو ماه بعد از امضای فرمان مشروطه به دست مظفرالدین شاه قاجار فرمان مشروطه در چهاردهم مرداد 1285 امضا شد و ده روز بعدش هم مظفرالدین شاه قاجار بقیه عمرش رو داد به شما محمد شاه جانشین موروسی مزفر شاه به شدت برعکس پدرش ضد مشروطه و آزادی و تجدد بود و البته خیلی هم بهش کمک میکردن از جمله شیخ فضل الله نوری برای تخریب مشروطه و مجلس مشروطه اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه که میگن خود شیخ فضل الله نوری نوشت و با دستخط خودش داد به مجلس که اضافه شد به متن قانون اساسی مشروطه یک هیئت از آیت الله های زمان رو میذاره ناظر مجلس حداقل پنج نفر که اگه مسببش مجلس یه وقت با اسلام نخونه اینا به تو کنن در واقع ردش کنن و اون اصل این است مجلس مقدس شورای ملی باید در من عربیاشو حذف کردم دارم تا حدی که میشه فارسی به تا حدی که میشه مجلس مقدس شورای ملی باید در هیچ اصری از اعثار مواد احکامیه یا آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوع حضرت الانام علیه السلام نداشته باشد و معین است که تشخیص موافقت و مخالفت قوانین موضوع مجلس شورای ملی با قواعد اسلامیه در عهده علمای اعلام بوده و هست لذا مقرر است در هر اصری از اعثار انجمنی از تراز اول مجتهدین و فقهای متدینین تشکیل شود که قوانین موضوعه مجلس را به دقت ملاحظه و مذاکره نمایند اگر آنچه وضع شده مخالف با احکام شرعی باشد عنوان قانونیت پیدا نخواهد کرد و امر انجمن علمی یعنی همون پنج تا در این باب متا است و این ماده ابدا تغییر پذیر نخواهد بود این ماده البته یا این اصل هیچ وقت عملا اجرا نشد در واقع توجهی بهش نشد تا انقلاب پنج و هفت که عملا به اسم شروعی نگهبان آمد تو قانون اساسی تا امروز داره اجرا میشه احمد کسروی اندیشمند و تاریخ نگاری که هم نزیری که فدایان اسلام ترورش کردن در کتاب تاریخ مشروطیت نوشته است که شیخ فضل الله نوری با پول هنگفتی که از دربار ممدلی شاه می گرفت و علیه مشروطه به کار میبست بست چاپخونه سنگی را انداخته بود و مطالبشو که علیه مشروطه بود و هیچ چاپخونه ای چاپ نمی کرد تو چاپخونه خودش چاپ می کرد یه بود به اسم لایحه چاپ می کرد و دوروریاش پخش می کرد و می دردی بار اینا بعد در یک سالگی امضای فرمان مشروطه مردم جشن می گیرن و شیخ فضلالله نوری اعلامیه میده در دو سالگیش هم همین اتفاق میفته اعلامیه میده و می نویسه آن همه کتیبه زندباد زندباد مساوات زندباد برادری و برابری میخواستید یکی رو هم بنویسید باد شریعت زندباد قرآن باد اسلام ببینید اینا با هم تنافر داره از آغاز دیگه روشن کسایی که سمت قدرت دارن اینو قبل از هر کسی میفهمن و میگن خب شیخ فضل نوری رو خمینی از همون دوره جوونی میگفت شیخ شهید مشروط خواهد دارش دادن و احمد کسروی رو میگفت بی سر و پایی که نباید در برابر نوشته هاش ساکت بود و بالاخره هم میدانید که فدایان اسلام کشتنش در سال 1324 احمد کسروی رو در کاخ دادگستری رفتن کشتن باری جمهوری اسلامی که حاکم شد در واقع بر ایران خمینی گفت مجلس همه کار است در رأس امور است بعد این جمله مجلس در رأس امور است بالاتر از آیه قرآن همه جا تو انتخابات تو مجلس میذارن دیگه میبینی. باید عرض کنم که یکی از اموری که مطمه نظر اونهایی است که میخوان این انقلاب را به شکست برسانند قضیه مجلس است مجلس یه چیز سهلی نیست کارش مجلس یه چیزیست که در رأس همه اموری که در کشور واقع است تو همون دوره خمینی ها یا مجلس در رأس امور بود؟ چون پرس کردم دیگه این دوتا تنافر و تناقضشون از آغاز روشن بود از زمان مشکوت آیا خمینی که اینقدر تاکید میکرد بر این ظاهرا آیا مجلس در امور بود یا مثل بقیه حرفای خمینی حقه بازی بود دیگه میدونید میدونین من دیگه تکرار نمیکنم میکنم هر موضوع مهمی رو که در دوره خمینی اتفاق افتاد شما توجه کنین فقط تصمیم خودش بود مجلس ایشکاره بود جنگ ایران و عراق از تحریک صدام حسین به حمله به ایران از بیش از پنج ماه قبل از جنگ هم خود صدام حسین به اثر حکم شرعی کافر است و هم این طرفدار کفار است خدا به شما تعیید می کند اگر چنانچه که قیام کنید و این شخص را از بین ببرید و یکی را خودتون به جایی او بگذارید ما هم کمک شما هستیم در اینکه که از خود شما از ملت شما یک نفر اداره کند حکومت ایران را کجای دنیا رئیس مملکت اینجوری علیه یک کشور دیگه حرف میزنه و تو مجلسش هم بحث نمیشه و کسی هم اعتراض نمیکنه تو ایران اصلا کسی جرأت داشت حتی اگه مخالف بود فقط الله اکبر خمینی رهبر مثل هایل هیتلر نازی ها در جواب سخنرانی ها و اعلام تصمیم های رهبر مگر اصل هفتاد هفتم قانون اساسی نمیگوید که عهدنامه ها مقابل نامه ها مقاول نامه ها قرار دادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد سال 66 مجلس اصلا هیچ اختیاری داشت درباره ادامه جنگ یا صلح قطعه 598 شورای امنیت سازمان ملل خمینی رد میکنه سال 66 به جای همه تصمیم میگیره یک سال دیگه جنگو کش میده سال 67 درست یک سال بعد بدون نظر مجلس خودش باز تصمیم میگیره که جنگ تموم بشه یک میلیون کشته صدها هزار مجروح و شیمیایی و غیره همین یه آدم تصمیم میگیره مجلس ایشکار از کجا مجلس در رأس امور بود مگه اصل 76 قانون اساسی نمیگه که مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد کسی جرأت داشت تو مجلس تو مجلس در رأس امور بگه باید تحقیق و تفحص کنیم درباره اعدام های دهه است خمینی زمانی که هم به اصطلاح قوه قضاییه وجود داره هم مجلس هم رئیس جمهور هم نخست وزیر یعنی میخوام بگم همه ارکان حکومت و قوای مستقله حکومت مستقرن مثلا به جای همه امور که باید مجلس تصمیم بگیره طبق قانون اساسی خودشون و حقوق بازی های خودش به جا همه تصمیم میگیره به جا مجلس تصمیم میگیره بارها شنیدین سخنانی خومینی رو که میگه همه احزاب و مطبوعات تعطیل یک حزب هز فقط حزب الله مجلس کار است اینجا که قوانین موضوعه کشور از جمله قانون مطبوعات رو تصویب کرده قانون احزاب رو تصویب کرده مجلس در قاموس ولایت فقیه یعنی کشک مملکت دست یه نفره من تا اونجایی که بتوانم اونجایی که اخلاق اسلامی اقتضا می کند که همه اینها را به آرامش دعوت کنم همه گروه ها و گروه ها را به آرامش دعوت کنم همه افراد را به آرامش دعوت کنم عمل خواهم کرد نصیحت خواهم کرد نصیحت برادرانه خواهم کرد نصیحت قاضیانه خواهم کرد لکن این را باید همه بدانند اون روزی که من احساس خطر برای جمهوری اسلامی بکنم اون روزی که من احساس خطر برای اسلام بکنم اون روز اینطور نیست که باز, ما باز من بشینم نصیحت کنم دست همه را قد خواهم کرد این بیان روشن جمهوری اسلامی است میگه من نظرم رو میگم قبول کردین کردین نکردین دستتون رو قطع میکنم حالا درباره مجلس داریم صحبت میکنیم اگه نماینده های مجلس برای مثال بر فرض نپذیرن نظر جناب عالی رو چی؟ دست همه رو قطع میکنیم تازه همه جا خمینی از قانون میگفت و رعایت قانون یعنی ببینین من نمیخوام هی یادتون منازم حق بازی آخوندی یعنی چه خودتونم بالا خوب میدونیم منظور خمینی از قانون قانون مدون مسبب مجلس نبود قانون الهی بود که خودش مفسر و مجریش بود و مشکل حق مردم، حق رأی، مجلس، نمایندگان مردم، سرنوشت مردم همه اینا با ذات جمهوری اسلامی مشکل داره اولین دور مجلس نمایندگان مردم بعد از انقلاب پنج و هفت همونی که خمینی میگفت در رأس امور از چه کرد؟ همون اولین دوره قوانین مجلس اول چیان؟ قوانین مهمی که دست میکنه چیان؟ ماده واحده طرح تعیین نام مجلس در تاریخ سی که چار تغییر نام مجلس از شورای ملی به مجلس شورای اسلامی یه قانون دیگه قانون آین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی یه قانون دیگه قانون مجازات اسلامی اینو بردن قانون اجازه صدور جواز حمل سلاح توسط جاندارمری یه قانون دیگه راجب به مقررات قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کلی کشور این همه اتفاق مهم افتاد وقتی این مجلس بود مجلس اول چه کرد جنگ هیچی گروگانگیری هیچی بحث میکردن تو مجلس ولی مصوبه هاش همون شعارهای دیکته شده رهبر معظم بود مثلا در باری گروگانگیری رهبر چون میگه مجلس در رأس امور است حل و فصل مسئله زبان نگاه کنید حل و فصل مسئله گروگان ها رو به مجلس می سپرند امام خامنه ای همه جا تیت می امام حل و فصل گروگان های آمریکایی را به مجلس سپرد مجلس وظیفش چیه؟ وزیفش رسیدگی به این امور کلان چرا این تصاویر گیر کرده دفعه اینجا مجلس وظیفش رسیدگی به این امور کلان و هر موضوعی است که در بخواد سیاست اساسی کشور و تصمیم درباره این امور انجام بگیره کاری روش بهش نمیسپرن این کار ذاتی مجلسه نمیسپرن بهش حالا بعد از سپردن به مجلس خمینی نامه میذاره روش ببینیم بهزاد نبوی که در آن زمان سخنگوی دولت رجایی بود و بیانیه الجزایر را از طرف جمهوری اسلامی در 29 دی 59 امضا کرد میگوید بذاریم من قبل از اینکه صحبت به حساب دنبال نبوی رو بخونم یه دو خط از همین نامه خمینی رو که گذاشته روی ماجرای متن به ماجرای گروگانگیری که سپرده است به مجلس مثلا میگه دانشجویان مسلمان و مبارزه که لانه جاسوسی را اشغال کردن با عمل انقلابی خودشان ضربه بزرگ بر پیکر آمریکای جهانخوار وارد نموده اینا رو داریم اینی میسته داریم میده مجلس مثلا تصمیم بگیره روشا و ملت را سرفراز کردند ولی از آنجا که در آینده نزدیک نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اجتماع می نمایند با نمایندگان مردم از تا نسبت به آزادی گروگان ها و امتیازاتی که در قبال آن باید بگیرند تصمیم گیرند زیرا این مردم که باید در جریانات سیاسی دخالت داشته باشند حق بازی رو یعنی ببینید البته ادامه نامه خمینیه به مجلس البته تا تشکیل مجلس شورای اسلامی شورای انقلاب و جنایات رئیس و جناب و جنابان رئیس جمهور کوشش خودشان را درباره برگرداندن شاه و اموال ملت و جریانات سیاسی که زمینه اینگونه گونه خواستار را فراهم می کند مبذول دارند از خداوند متعال نصرت اسلام و شکست دشمنان اسلام را خواستارم روح الله المصوی خمینی همه گفته دیگه همه میگه میگه شما اینا رو باید تصفیه بکنید خلاصه ببینید به دام به عرض کردم میگه که امام برای حل ماجرای گروگان ها چهار شرط طرح کرد مجلس شورای اسلامی کمیسیونی تشکیل داد و تقریبا همان چهار شرط را به صورت یک مصوبه درآورد یعنی چی؟ یعنی ترخ و تدوین و مسبب مجلس نبود که دیکته خمینی بود دیگه مجلس باید تصمیم بگیرد چی آخه؟ همین روان تا امروز هم ادامه داره چی جوری هشتاد میلیون آدم گول مخوره هنوز؟ واقعا نمیگم هشتاد میلیون منظورم ولی میلیون آدم یعنی یک کشور یک جامعه این این واقعا این این حل نشدنی است هنوز این معما شورای نگهبان زمانی که تشکیل شد 26 تیر ماه 59 بود بعد از شروع به کار دور اول مجلس شورای اسلامی که هنوز اسم شورای اسلامی نبود بهش گفتن مجلس شورای ملی و اون موقع شورای نگهبانی نبود تشکیل نشده بود و بنابراین هر کسی میتونست داوطلب نمایندگی مجلس بشه بدون اینکه رد صلاحیت بشه مجلس اول از خورداد 59 تا خورداد 63 سر کار بود خمینی سخنرانی کرد برای دعوت مردم به انتخابات و گرچه فیلتر شورای نگهبانی نبود اما خمینی مثل هر کسی دیگه اون موقع میدونست با ناآگاهی مردم از نظام پارلمانی اصلا نقش مجلس ارزش واقعی رأی که تقریبا هیچ وقت در ایران مردم تجربه نکردند و ایمان مذهبی که اون موقع در پیکر تب کرده جامعه ایران نسبت به خمینی بود خمینی خب میدونست که میاد میگه به چی و کی رأی بدین و مردم میدن منتخبین شما اشخاصی باشند که توجه به اسلام داشته باشند متعهد به اسلام باشند بازیگر نباشند به شرق و قرب توجه نداشته باشند باید تکلیف کرد به مردم که وقتی انتخابات پیش آمد به طور شایسته روحانیون عمل کنند با عمل کنن و مردم هم به طبع اونها عمل کنند یعنی هرچه روحانیت به قدرت رسیده گفت مردم به طبع اونها عمل کنن دقیقا متن صحبت های است که الان هم شنیدین دیگه این تکلیف مردمه تکلیف هم که وقتی مرجع تقلید بر دوش مقلد در شیعه بگذارد حجت شرعی است و دستور رو اجرا نکردن یعنی حجت خدا رو اجرا نکردن هر چه آقا و امام عصر بگه وقتی شرکت میکنیم به هر کسی آقا ری بده ری ما ری آقا هیچ فرقی نداره ما هر کسی آقا قبول کنه به همون ری میدیم بله آقا ما اصلا تقوام دیگه آقا خمینی هر چه دستور بده ما هم هستیم بله شرکت میکنیم چرا شرکت نمی ما ایمامون هر چی گفت ما مونگیره هست مونگی حرف دیگه نداره ما که نمیدیم هر چی امام بگی ما میرم به ما شرکت میکنید؟ کنید شرکت ببینید این نیست که فقط با روستای دوردست مصاحبه بکنن و همچین فیلمی در بیارن سال 58 و 59 اکثریت جامعه همینی بود که الان دیدی رو چنیدی. امروز اما اون نسل و نسل بعدیش حتی یا وجود ندارن هستند یا تعیین کننده نیستن جوان های امروز اون نگاه دیگه ای دارن به دنیا و این تحول از چند سال بعد از انقلاب شروع شد وقتی سال 63 در انتخابات مجلس دوم شورای اسلامی اولین نفر رد صلاحیت میشه شورش میشه ناطق نوری اون موقع فرمانده کمیته انقلاب اسلامی بود تو کتاب خاطراتش نوشته در انتخابات مجلس دوم شورای اسلامی آقای سید محمدعلی زابولی از سیستان را شورای نگهبان رد صلاحیت کرده بود ایشان روحانی بود و خیلی هم قیافه علمایی داشت برخی از سیستانی ها هم شورش کرده و دفتر امام جمعه را آتش زدند و سپس به طرف استانداری حرکت کرده بودند که آنجا را هم تصرف کنند آقای سید احمد نصری که استاندار آنجا بود تلفن زد و گفت هاج آقا دارن به طرف استانداری میان ما چیکار کنیم گفتم کوتاه نیایید برخورد کنید جمعه ظهر بود به آقای آخوندی همین آخوندی امروز آخوندی که اون موقع معاون سیاسی وزارت کشور بود و برای تشکیل شورای تامین ویژه به ارومیه رفته بود گفتم مستقیما از همانجا به زاهدان برود اتفاقا در آن جمعه آقای شمخانی جانشین فرموده کل سپاه هم حضور داشتند لذا این دو نفر به اتفاق به زاهدان پرواز کردند و جمعه بعد از ظهر کنترل اوزا را در اختیار گرفتند و آقای فلاحیان نیز که معاون امنیتی وزارت اطلاعات بود روز بعد با آنها پیوست فردا آقای زابولی یعنی همون رد صلاحیت شده را قانع کردند که به استانداری برود آقای آخوندی زنگ زد و گفت آقای زابولی اینجاست چه کار کنیم؟ گفتم امامه ایشان را بردارید چشمهایش را ببندید و او را به زندان بیاندازید آقای آخوندی گفت این کار هزینه بالایی دارد گفتم همین که دستور میدهم عمل کنید این سرنوشت اولین کسی است که شورای نگهبان برای نمایندگی مجلس رد صلاحیتش کرده سال 63 میدونست کسی اینا رو حالا سی و سال بعد یک سوم نماینده های همین مجلس شورای اسلامی که میخوان باز نماینده بشن برای مجلس بعدی رد صلاحیت میشن حالا تو مجلس هست یک سوم رد هیچ ککش نمیگزه ببینین اسامی داوطلبان انتخابات مجلس یازدهم 90 نماینده فعلی به ادوار مجلس که برای انتخابات مجلس 11 هم ثبت نام کردن صلاحیتشان از سوی هیئت نظارت بر انتخابات و هیئت اجرایی تایید نشد در این میان 35 نماینده اصولگرا و 45 نماینده اصلاح طلب رد صلاحیت شدن که اسامی آنها به این شرح هست که دارین می‌بینین حتی اسامی کاملا اعلام نمیشه اینجا مثلا 80 تا اعلام شده که 10 تا دیگه‌شون فلان اعلام نشد الان نشده واقعا اینم یک جا فقط اعلام کردن بولتن نیوز که این شورای نگهبان میگه مسئله خصوصی است که ما همه چی رو اعلام نمی کنیم. حرمت رد صلاحیت شده رو باید نگه داریم نگیم جزئیات رو همینطوری میگیم ملتزم به اسلام یا ولیت فقیه نبوده یا مسئله موالی داشتن دیگه بیشتر و اسلام عزیز اجازه نمیده مردم ندونن حق بازی آخونده حتی حساب نداره هر میکنم هم میشه تو همه اسامی که دیدین اصولگرا و اصلاح طلب هر دو طرف هم هستن هر کس حتی یک بار حرفی زده فرصت جز جز و ارزشش هم نداره واقعا که بهش بپردازیم ما ولی اون لیست رو نگاه کنین هر کسی چه اصولگرا چه اصلاح طلب به اصطلاح یک بار انتقادی از مدیریت کشور رهبر یا سپاه کرده باشه کرده بوده رد صلاحیت شده هر کیو نگه داشتن یا کسایی که برای اولین بار دارن میان تو مجلس اینا همهشون آقا پسندن. اصل آقاپسندی پسندیست اصلاح طلب و اصول نداره اینا دیگه قدیمی شده هم برای مردم هم برای خود حکومت اصلاح طلب آقا تا دلت بخواد داریم حالا تو مجلس آینده تشبیه داشت به و قوه بل همینا همینا چجوری صلاحیتشون و نگهبانی که در ذات ضد مجلس نمایندگان مردم و نظام پارلمانی چجوری تایید کرده اغلبشون خیلی با رشوه خیال نکنین چون مثلا فلان کسو میشناسین که میگه برم مجلس یا مثلا اومده چهار تا سخنران تبلیغاتی کرده اینا میگه برم مجلس بودجه میگیره برای کشیدن این راه تا فلان جا یا درست کردن فلان مشکل عمرانی شهر و غیره و اینا فکر نکنین اینا دستشون پشت با رشوه کبیر شورای نگهبان توی کاسه نیست دو سه هفته پیش بود گفتم که آقای رضا بیگناه رئیس دفتر علی جنتی دبیر شورای نگهبان که 20 ساله داره باش کار میکنه با شورای نگهبان کار میکنه رشوهگیر اصلی شورای نگهبان از رضا بیگناه ها اصلا کسی میشناسه رئیس دفتر جنتی رو چقدرش رو با خود احمد جنتی میخوره من نمیدونم ولی من میشه جنتی توی این 20 سالی بیخبر بوده از رشوه های ریز و درشتی که وسیله رئیس دفترش گرفته می شده و می شود و آدم های دوروبرش که میرفتن رفتن باچ و بعد آدم ها رو سفارش می گرفتن و تایید صلاحیت می شدن آدم ها و به یعنی چه ارز کنم آدم ها همون آدم ها اینا دیگه نماینده ها به اصطلاح یکیشون ارز کردم قبلا یکیشون یک باز روشن قلام رضا تاجگردون که این بار برای سوم این بار پی در پی داره میشه نماینده مجلس کسی میره بگه آه چرا آخه حالا درباره تاجگردون باید مفصل برنامه بذارم صحبت بکنیم که چرا به اینا کاری نداره نظام مقدس همونطور که مثلا به احمدی نژاد چرا کاری نداره نظام مقدس که با برنامه داشتیم داریم این بار چرا مثلا به این آدم؟ حالا محمود صادقی نماینده رد صلاحیت شده این مجلس که البته الان هنوز تو مجلس برای مجلس بعدی رد صلاحیت شده و افشاگر رشوه شورای نگهبان بوده است طبیعتا رد صلاحیت میشه میگوید در جلسه هیئت نظارت مجلس گفتم که اشخاص زیادی در دور قبل انتخابات مجلس به من اطلاع دادند که بعد از رد شدن صلاحیتشان افرادی به آنها زنگ زدند و برای رفع مشکل پیشنهاد مبالغی دادند در هیئت به من گفتند که افرادی که چنین ادعایی دارند را با خودت بیاور من هم پنج نفر از افرادی را که یا نماینده ادوار مجلس بودند یا به هر حال در حال حاضر نماینده مجلس نبودند به هیئت بردم و آنها اطلاعات خودشان را ارائه کردند که بعد بهش میگن که خب از اینایی که همین الان هم تو مجلس هستن بیار که میگه آقا اینا که نمیان علیه خودشون که نمایندن الان حرف بزنن که شما برین سراغ قوه قضاییه که نمیرن البته خود محمود صادقی میره حالا میگم براتون و پرونده ها روشن یه تعداد اینا که الان هستن نماینده میرن باهاشون صحبت میکنن صادقی میگه گفتم باید رسمی و توسط قوه قضاییه خلاصه پیگیری بشه که ما بشینیم با هیئت نظارت مجلس حرف بزنیم خیلی حرف بالاخره خودش نامه می نویسه به قوه قضاییه تا قوه قضاییه اعلام می کند که دوازده نفر رو گرفتیم بعد البته میگن پنج نفر رو گرفتیم شورای نگهبان یه چیزی میگه قوه قضاییه یه چیزی میگه پنج نفر رو گرفتیم که البته با شورای نگهبان هیچ ارتباطی ندارن اینو به صراحت گفت نه نه با کیا ارتباط داره اینو؟ با کی پول گرفتن به کی دادن به, چه هدفی با شورای نگهبان ارتباط نداره ولی همین که گفتن چند نفر رو در این رابطه دستگیر کردن دروغ یا راست حالا همین که گفتن اینو قیمت رفت بالا محمود صادقی میگه پس از اعلام رد صلاحیت های شورای نگهبان در هفته های اخیر مجددا شاهد تماس های مشابه با تعداد بسیار زیادی از نامزدهای رد صلاحیت شده بودیم جالب بود که ارقام مبلغ پیشنهادی بازه بسیار گسترده ای را هم شامل می و از 50 میلیون تومان تا چهار میلیارد تومان را به نامزدهای رد صلاحیت شده پیشنهاد کردند تا صلاحیتشون چون تایید بشه شروع نگهبان دوازده تا عضو تاشون فقیه عادل مجتهد منتخب پیشوان و که براتون بگم کیا هستن صادق آمولی لاریجانی علیرضا اعرافی احمد جنتی مهدی شبزنددار سید رزا، مدرسی یزدی و محمد یزدی شیش تا حقوقدان هم داره مثلا که مجموعاً هر شیشتاشون تاشون چرخ پنجم دروش کرد حرف اصلی مال همون شش تا و حرف اصلی مال دبیرشون که جنتیه این شیش تا اخوند منصوب رهبر سرنوشت مجلس نمایندگان مردم رو تعیین میکنن چه درباره که کی بره تو مجلس کی نره حالا با پول و رشوه و فلان و اینا چه درباره این که مجلس چی تصویب کنه چی تصویب نکنه چون بدون مهر شورای نگهبان هر چم تصویب کنه اعتباری نداره که. همین شیش تا اخوند همه این کارا رو به جای 85 میلیون نفر انجام میدن البته به اون شیشتان فقط یک نفر دستور میده رهبر هستم. و رهبر معظم در مواردی حتی قبل از اینکه که اون شیشتا خون برن مصاحبه مجلس رو بخونن رد کنن یا هر چی دستور داده باشه فلان خودش اصلا جلو مجلس رو میگیره خیلی موارد پیش اومده که حالا یه نمونه های رو خواهم گفت بعد اینا که رشوه دادن و اینو اونو ببین میرن تو مجلس اینا کیان برای چی انقدر زور میزنن که بشن نماینده مثلا و منتر همه بشن چرا محمد خب خباز نماینده چهار دوره مجلس میگوید من در طول این چهار دوره که در مجلس بودم متاسفانه مشاهده میکردم هرچه از عمر مجلس میگذرد این مسئله که تعدادی از نمایندگان انتظاراتی دارند و فعالیتشان در چارچوب وظیفه نمایندگی نیست بیشتر می شود و بر روز به روز این افراد افزایش پیدا میکنه نمونه ای که میتونم برای شما مثال بزنم این است که وزیر آموزش پرورش رو میخواستن استیزاه کنن که من با یک از نمایندگان صحبت میکردم و گفتم منم معلم و میدونم این موضوعی که شما در استیزاه اشاره کردین صحت نداره اگه ممکنه شما امضاتون رو پس بگیرین آن نماینده در جواب گفت من به یک شرط حاضر امضایم رو, رو پس بگیرم همسرم که مدرک لیسانس دارد عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان شود حالا این بابا اومده گفته اینو مجلس همیشه همین بحثو داشته حالا از یه زاویه دیگه نگاه کنه سلمان خدادادی با سابقه عضویت در سپاه وزارت اطلاعات نماینده مجلس در دورهای پنجم ششم هفتم هشتم و همین مجلس دهم سال 86 موقعی که نماینده مجلس هفتم بود به تام فساد اخلاقی و ارتباط نامشروع بازداشت میشه یه هفته بعد با قرار وسیقه 150 میلیون تومانی آزاد میشه خب چی شد؟ تمام هیچ از پرونده رو نگیره بعد دوباره سال 97 اسم سلمان خدادادی با پرونده خودشون گفتن فریب دختران و تجاوز و قتل مطرح میشه پرونده میره به دادگاه نماینده مجلس بیستوام اسفن 97 سلمان خدادادی به جرم رابطه نامشروع و سوء استفاده از موقعیت به 99 ضرب شلاق دو سال تبعید و دو سال انفصال از خدمت محکوم شد محکوم شد چی شد تو مجلس که الان اجرا نمیشه دیگه نه چون هنوز نماینده مجلس خب بعد چی میشه آخه 99 ضرب شلاق دو سال تبعید فلان حالا قتل شد دیگه گفتن قاتل نبوده بو اینا میره پیش امام خامنه ای اینم ببینین که بی خود نمیگم واقعا ببینین حتی وقتی یه نماینده رو مثلا حالا با شکایت های که ازش میشه محکوم میکنن به مجازات که دیگه نمیتونه نماینده بشه میره تو بیت رهبر کار میکنه یا میشه مدیر یکم مؤسسه های وابسته به رهبر شیعیان جهان نمونه شاقای بزرپاش مهرداد خان بزرپاش حاج مهرداد را یادم نره حاج مهرداد بزرپاش 17 فعورده 93 اعلام شد دو نماینده مجلس به اتهام فساد مالی حکم پنج سال محرومیت از خدمات دولتی دریافت کردن دوره نمایندگی این دوتا با مجلس نهم نه تموم شد یعنی خرداد 95 دیگه نتونستن برن تو دوره انتخابات مجلس دهم ده مثلا شرکت کنن مرداد بازپاش وقتی محکوم شد عضو هیئت رئیسه مجلس نهم نه بود بعد که دیگه نتونست نماینده بشه شد رئیس هیئت بنیاد اجتماعی برکت احسان وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام خامنه ای الان هم شغل اصلیش همینه چقدر دزدید اون موقع گفتن فساد مالی کرده از کجا کجا برد هیچی میرن فعلا پیش رهبر کار میکنن تا این پنج سال بگذره پنج سال محکومیت چون مثلا محکوم میشن برن پیش رهبر کار کنن دوباره برمیگردن میشن نماینده مجلس یکی دیگه که با بازپوش گفتم میگن دو تا نماینده اعلام شد که محکوم شدن به پنج سال محرومیت از خدمات دولتی از جمله اینکه نماینده مجلس نباید بشه همین حمید رسایی است این آدم پر سر و صدا به عنوان نماینده سابق و لیدر دلواپسا لیدر امروز دلواپسا همه جا سرک میکشه دیگه از آدمای مهم رهبر هم تو سپاه هم تو اطلاعات کلی خدمت کرده به نظام مقدس قبل از مجلس نهم این آدم چندین مورد محکومیت قطعی در دادگاه ویژه روحانیت داشته جمله فساد مالی خب چرا تو همین سال هیچ خبری از مجازات این آدم نبوده چرا اصلا نماینده مجلس شده اگه سوء سابقه و محکومیت قطعی داشته تو دستگاه قضایی خودتون همشون این کارو آیا این نماینده مجلس که اهل جنایت و دزدی هم نیست و میاد یک بار یه حرف حسابی میزنه رد صلاحیتش می یه دیگه خونه دوزاست محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد که به عنوان گوشت دم توپ رئیسش انداختنش زندان به حال مرخصی هم میشه توی نامه به احمدی نژاد نوشت که اواخر سال 80 82... و... مم... کجا آوردم نامشو آه... بله اواخر سال 86 و 87 قبل از انتخابات مجلس هشتم بین سی تا 90 میلیون تومان به 170 کاندیدای نمایندگی مجلس داده ام که وقتی به مجلس رفتند از دولت احمدی نژاد طرفداری کردند. درایب <applause> دینی نمایند تو 20 آذر 90 جواد کریمی قدوسی با اشاره به پرونده فساد مالی 2800 میلیارد تومانی گفت قاضی رسیدگی کننده به این پرونده برای برخی از متهمین درگیر این پرونده کیفرخواست ای صادر کرده که در میان آنها نام چند نماینده هم وجود دارد از جمله علالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و قاضی نظر به بازداشت او دارد این ماجرای مال 8 سال پیشه آقای بروجردی الان هم نماینده مجلسه گفتم قبلا این زاده نجف زاده در نجف از دوره ششم تا همین امروز نماینده مجلس شورای اسلامی است در پرونده فساد مالی 2800 میلیارد تومانی خب چی چی, کارش داره رئیس کمیسیون هم میشه ها. 18 تیر 98 ابوالفضل ابو نماینده مجلس میگوید در استیضاح وزرا لیستی در مجلس داریم که آپارتمان هایی برای عدم استیضاح وزرا به نمایندگان داده شده یعنی به نمایندگانی آپارتمان داده شده که استیزا از وزیر را منتفی کردند این لیست به شورای نگهبان هم داده شده لیست دوزداری میدم به رئیس دوزدار یه نمونه دیگه هم بگم که واقعا نمونه است در این سیر جنایت ماجرای بازداشت و آزادی محمد عزیزی نماینده همین مجلس دهم ده که اخیراً به اتهام فساد اقتصادی براش قرار وثیقه 5 میلیارد تومانی صادر شد که با مال نظر دادستان محترم تهران حکمش به التزام به حضور با قول شرف تنزل پیدا کرد یعنی بازداشتش میکنن بعد میگن فقط قسم بخور دیگه دوزی نمی کنیم باشو برون برو محمد عزیزی هم به نماینده دادستان میگه برو تو کی هستی که من میخوای قسم بخورم اینو قبلا هم یه اشاره کردم توی که برنامه میگن خب باشه ببخشید اصلا آوردیم اینجا بیخود آوردیم پاشو برو دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی محمد عزیزی نماینده اپر در مجلس احزار و برای او وسیقه پنج میلیارد تومانی صادر می کند اما این نماینده از تودیه وسیقه خودداری کرده و حاضر به امضای قرار نمی شود و در بازداشتگاه می ماند. فردای آن روز دادستان با حضور در بازداشتگاه تلاش می کند متهم به مفاسد اقتصادی را راضی کند به منزل تشریف ببرند این متهم فساد کلان مالی و نماینده زوب در ولایت چرا اینقدر پشتش گرمه چی کار است؟ محمد عزیزی خواستار ترخیص سریع اول اتحامش بگم یک از کاراش یعنی خواستار ترخیص سریع کالاهای شرکت پارس حیات صاحب برند مولفیکس، پاپیا و تنو به عنوان یکی از تامین کنندگان بازار پوشک ایران شده است در حالی که ترخیص این کالاها غیر قانونی بوده است یعنی آقای نماینده چیکارن قاچاقچیان شرکت پارس حیات همچنین به ترخیص های مشکوک تا مدت زمان بسیار کوتاه استفاده از محموله بدون تشریفات گمرکی و 1260 ثبت سفارش با تعرفه 4 درصد که اظهار کالا مغایر با اصل بوده متهم است خب تا اینجا فهمیدیم که این آقای نماینده قاچاقچی گردن کلفت پوشاک و پوشکه حالا قدرتش کجاست غیر از نمایندگی مجلس محمد عزیزی معاون فراکسیون امامزاده ها در مجلس شورای اسلامی است یک نماینده مجلس از تشکیل فراکسیون امامزادگان در مجلس شورای اسلامی خبر داد جواد حسینی که 27 اسفند 97 گفت خود او رئیس این فراکسیون جدید است و احمد سفری نماینده کرمانشاه و محمد عزیزی نماینده اپر معاونان او هستند به گفته این نماینده مجلس هدف از تشکیل این فراکسیون عمل به سخنان رهبر معظم انقلاب است سخنها رهبر معظم انقلاب چیه؟ مرداد 94 چهار. یعنی اینا سه سال دیر کردن فرموده بودن که امامزاده ها این برف خمینیست البته امامزاده ها باید به قطب فرهنگی تبدیل شوند بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی بیان می کنند ما می خواهیم که در پناه این امامزادگان مردم در آرامش زندگی کنند و رهبری معظم انقلاب نیز بیان می کنند امامزادگان و بقاع متبرکه باید به قطب های فرهنگی تبدیل شوند کسی رو که میره مجلس همه کار رو ویل میکنه فراکسیون امام ها میزنه تا امام عصر رو راضی کنه ایشونو مگه میشه مجازات کرد چون یه چند صد میلیاردی قاچاق کرده یا میکنه مثلا امام زاده ها محل درآمد ماست هر کی بخواد به حتی یک قرون این درآمد دست بزنه باباشو در میاریم همین چند وقت پیش بود که یه بچه دستفروش از کارمند شهرداری آبدان بوشهر کتک خورد چون به صندوق امام زاده دست زده بود به بسم الله الرحمن الرحیم آخه یکی بذار دو تا بذار این مال مسجد این مال بیمارستان این کمک به مسجد خونه از تو ایمان سیار سلطان سید بختیار آخه سلطان سید بختیار ادامه میدونه نگاه کار دور بیزنه میبر اصر ایران نوشت شهرداری میگوید کودک از صندوق امامزاده دزدی میکرد مردی که کودک را زده میگوید خوب کاری کرده که کودک را زده چون مردم از دزدی های آنها از صندوق نظر های امامزاده عصبانی هستند دزدی کیا مردم از چی میگی آقا مردم واقعا عصبانی هستند عصبانی هن. از این که اگه مجلس شورای اسلامی خواسته یکی دو قدم مثبت به نفع مردم برداره شخص پیشوا جلوش گرفته دیگه نزداشته کار به شورای نگهبانشون برسته خیلی نمونه هست یکی دو نمونه ارز میکنم برای برای چیزی که به سرنوشت آینده مملکت هم مربوطه در تعامل با دنیای امروز که بر زندگی امروز و آینده مردم ایران اثر بسیار زیادی داره 26 خرداد ببینید مجلس چقدر مجلس است 26 خرداد 96 نامه اکثریت مجلس به روحانی 151 نماینده مجلس مواردی را درباره سند تحول آموزشی سازمان ملل موسوم به سند 20 مطرح کرده و در پایان اعلام کردند که این سند به دلیل عدم تصویب در مجلس اعتبار ندارد اه. چرا اعتبار نداره چون با توجه به اینکه مقام معظم رهبری صریحا بر ضرورت لغو این سند به دلیل نقض استقلال فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده اند انتظار میرود ملقا بودن این سند به صورت رس، رسمی اعلام شود که اعلام شد چرا چون آقا گفتم خب همینطور درباره بله همینطور درباره یه واقعاً من نمیدونم کدوم نمونه رو خدمتون بگم درباره دو پیمان یکی درباره پولشویی مقابله با پولشویی دو تعهدنامه بین المللی یکی من کمک مالی به تروریسم در جهت پیوستن به پیمان بین دولتی FATF با بقیه کشورهای جهان در جدیدترین بیانیه ای که در جدیدترین بیانیه‌ای که بیانیه, بیانیه ای که در اکتبر یعنی مهر سال جاری منتشر شد ایران در شمار کشورهای پر ریسک و تحت نظارت شناخته شد و در کنار کره شمالی تنها کشوری است که اف خواستار به کارگیری اقدام متقابل در میان آنهاست ایران در صورت پرداختن به چند اقدام از وضعیت قرمز خارج می شود این اقدام ها شامل موارد زیر شما باورتون نمیشه که چه اقدامایی رو ایران نمیره انجام بده و خب دلیل داره چرا به چه دلیل جرم تامین مالی تروریسم نمیکنه این کارو شناسایی و بلوکه کردن دارایی های تروریستی در راستای قطعنامه های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل نمیکنه این کار برقراری طیف وسیعتری از مجازات ها برای ارتکاب جرائم پولشویی اینا بدیهی ترین و طبیعی ترین و ساده ترین قوانین است که یک کشور عادی در دنیای امروز تصویب به اجرا میکنه خب در ایران هم باید مجلس تصمیم بگیره دیگه یعنی مجلس باید این دو پیمان بین المللی رو تصویب بکنه بررسی کنه و تصویب کنه خامنه ای چون نمیخواد مشتش باشه درباره پولایی که بی حساب کتاب نظام مقدس خرج تروریسم بین المللی میکنه میاد دو دوزه بازی میکنه و بحثش هم البته زیاد دولت میگه جهان ما رو بلوکه میکنه نماینده مجلس میگن دیگه کسی با ما تجارت نمیکنه فلان میاد خمینی سر نماینده های مجلس خامنه ای ببخشید سر مجلس کلا میذاره چون دنبال اول میگه اینا رو دور این چیزای المللی رو خودتون بشینید قانون مبارزه با پولشویی بنویسید بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیرا در مجلس مطرح شدیم در این چند ماه اخیر گفتم مجلس مستقلا خودش قانون به گذراند فرض کنید مبارزه با تروریسم است یا با پولشویی است خیلی خب مجلس شورای اسلامی مجلس رشید و عاقل و بالغی است پشتوانه های کاری خیلی خوبی هم داره بنشینن یه قانون بگذرونن این قانون قانون مبارزه با پولشویی هیچ مشکلی هم نداره شرایط زیادی هم نداره همون کاری که شما خودتون میخواهید بکنید اون در این قانون مندرج است این مهمه هیچ لزومی ندارد که ما بریم چیزهایی رو که نمیدونیم تهش چیست یا حتی میدانیم هم که مشکلاتی داره به خاطر اون جهات مثبت و جنبه های مثبت اونها رو قبول بکن چرا میگم مجلس رو میفرسته دنبال با این حرف پیشوا روشن است که مجلس میره همین طرحهای تصویب شده بین المللی رو میگیره یه چیزایی رو تغییر میده به عنوان اصلاح فلان و بهمان تصویب میکنه میگه خب قانون شد دیگه خب نمیشه شورای نگهبان باید بره شورای نگهبان ردش میکنه اما هیئت پنج نفره شیخ نوری ردش میکنه که در هیچ اصری از اعثار گفت مجلس بدون تایید فقها اعتبار نداره خب مسبب مجلس سربار پولشی و عدم تامین مالی تروریسم بعد از رد شدن در شورای نگهبان میره مجمع تشخیص که محل حل اختلاف شورای نگهبان و مجلس درباره مصوبات مجلس یک سال میمونه تو شورای تو مجمع تشخیص بهش دست نمیزنن بعد یه سال هم میگن مختومه شد اینجوری رهبر معظم خانه ملت بخواد خیلی بحث کنه باش بازی میکنه بعد دربار برجام برجام از اول خودش تصمیم گرفت هیئت مذاکره کننده رو هدایت کرد و گفت همه باید از تلاش های دولت در برجام حمایت کنند مجلس هم به دستور رهبر 20 دقیقه‌ای برجام رو تصویب کرد برجامی که دو سال شش تا کشور روش کار کردن مجلس 20 دقیقه ای تصویبش کرد به دستور آقا آقا گفت بشود بکنید کردن وقتی برجام شکست خورد آقا من از اول هم موافق برجام نبودم درباره سه برابر شدن ناگهانی قیمت بنزین 26 آبان 98 دو روز بعد از اینکه همچنان اعتراضای های خیابونی مردم ادامه داره امام خامنه ای یاد یادتونه دیگه یاد بی هاش و نادانیهاش میفته میگه من علیل معظم حرف گوش کنیم بنده در این قضیه سررشته ندارم یعنی تخصص این کار رو ندارم گفتم من به آقایون گفتم من چون نظرات کارشناسا هم در این قضیه بنزین مختلف بعضی ها اون رو لازم و واجب میتونن بعضی ها مزر میدونن بنابراین منم که صاحب نظر نیستم در این قضایی گفتم من صاحب نظر نیستم لکن اگر سران سقوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم من این رو گفتم حمایت هم میکنم خامنه به دروغ خودشو بی خبر از همه چیز نشون میده چرا میگم به دروغ یازده آزر 98 علی متحری نایب رئیس مجلس میگوید بنزین با اصرار رهبری سهمیه بندی شد دولت نمیخواست ولی اصرار رهبری باعث شد طرح ارائه کند عبدالرحیم خدری دبیر کمیسیون انرژی مجلس میگوید اصرار دولت بر افزایش قیمت بنزین بود که هم در سحن علنی و هم در کمیسیون انرژی این مسئله بارها عنوان شد اما نمایندگان و کمیسیون تمام پیشنهادها را رد کرده بودند خب آقا اصرار میکنه دولت میره تر میده مجلس چندین بار بر رد میشه میدونیم هم چرا اصلا بحث افزایش قیمت بنزین تو دولت کمیسیون مجلس مطرح بوده از قبل از آبان 98 چون همه هم میدونن که راه های دیگه ای هم داشت دولت برای تأمین پول و یارانه ها از جمله افزایش اندک مالیات سیگار و نکرد وقتی کمیسیون انرژی مجلس به گفته خدری که ازش نقد کردم نماینده مجلس هر طرح افزایش قیمت بنزین رو رد میکنه رهبر میدتش به سران سه قوه امضاش کنن اینکه که بعضی‌ها میپرسن چرا سران سه قوه باید در این باره تصمیم میگرفتن مجلس من که نداریم داریم خاک تو سر ولی خاک تو سر این مجلس که در ته امور هم نیست چه برسه به رأس امور خدری میگوید نمایندگان بر عدم افزایش قیمت بنزین در این موقعیت زمانی اجماع نظر داشتند و هیچ کدام از افزایش قیمت بنزین اطلاعی نداشتن وقتی خبردار میشن که مردم ریختن تو خیابون میان تصمیم رو برگردونن که بتونن مردم رو آروم کنن نظام مقدس از دست نره 26 آبان 98 ما با جواد کولیوند نماینده مجلس اعلام که طرح سفوریتی بررسی وضعیت افزایش قیمت بنزین تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده و به طور خلاصه بقیه شما میدونین دیگه که صبح روز یک شنبه همه فکر میکنن صبح 27 آبان قیمت برمیگرده به اولش رهبر نمیذاره صبح روز یک شنبه جلسه غیرعلنی مجلس برای تصمیم گیری درباره طرح سهمی بندی بنزین برگزار شد آقای لاریجانی رئیس مجلس در حالی به سمت بهارستان رفت که پیغامی کوتاه از رهبر انقلاب برای نمایندگان داشت پیغام این بود پیرو به اظهار نظر برخی از نمایندگان محترم در باب مصوبه اخیر سران قوا لازم است با حضرات محترم نمایندگان گفته شود مقتضی است که هر گونه اقدامی در خصوص این مصوبه در مجلس در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی باشد و از آن تخطی نشود و شرایط اساس کشور مورد توجه قرار گیرد پیام رهبر در مجلس خوانده شد ببینین، تو همین وضعیت در همین وضعیت موجود یه ده از بچه هایی که به اسم ادالت خواهان دور هم جمع شدن و همچنان دلشون خوشه که میتونن برای اینکه کمک به مردم به حق مردم بکنن بدون فرار رفتن از نظام مبتنی بر حق یک نفر یک نفر هر کی باشه مستبد میشه به اسم رهبر و ولی فقیه میتونن کاری بکنن رفتن برگاهی تبلیغاتی منتشر کردن که به خاطر انچار اینا رفتن گرفتنشون یکی دو روز هم بازداشت بودن داشتن بعد بر حال میگن آزاد شدن براتون میخونم چند تا از مواردی رو که اینا مطرح کردن در شما بخونین تا منم یکی دو تاشو در بیارم اگر بتونم پیدا کنم بله براتون بخونم خب نوشتند که برای مثال آیا می دانستید چه کسانی فساد برادران لاریجانی را افشا کردند؟ سرلشکر فیروز آبادی ویلای مصادره را پس نمی داده؟ آیا مطلع شدید که چه کسانی با چنگ و دندان این ویلا را به اموال عمومی برگرداندند؟ عوامل رسوایی داماد شمخانی چه کسانی بودند؟ آیا می در زمان قالیباف چه کسانی املاک نجومی را مطرح کردند و هیچگاه رسیدگی نشد؟ و ببینید تهش این موارد نوشتن نوشتن آیا درباره ادالت خواهان چیزی شنیده اید آیا میدانید کسانی که پیگیر موارد بالا بودن در انتخابات مجلس ثبت نام کردند و در و لیست سومی جدای از اصولگرانان و اصلاح طلبان دارند وزیرش نوشتن دعوا بین برنده هاست بازنده اصلی کسانی هستند که هر کسی برود و بیاید فرقی برایشان نمی کند من نمیدونم این بچه های گل چجوری امید بستن به اینکه اولا مافیای جمهوری اسلامی میذاری کسی از اینا بره مجلس و ثانیان اینا میتونن کاری بکنن در یک کلام میخوام ارز کنم خدمتون که یک لحظه فکر کنید که چرا بعد از هر انتخابات ناکامی فقط حاصل است برای مردم حاصل جمع همه رای دهنده ها ناکامی است چرا حضرت رو انداختن توی قفس شیران که شیران حضرت رو بدرند و عذیت کنند حضرت وایستاد به نماز خونده اینها پوزه به خاک میکشیدن کنار حضرت مینشستن درد دل میکردن این همین داستان برای امام حادی صلوات الله علیه داری امام حادی رفتن تو قفس شیرها حتی یکی از شیرها مسن بود درد دل کرد گفت آقا این شیرهای جوان وقتی قضا رو میارن به من فرصت نمیدن من قضا بخورم قضا رو همه رو بلعتو میخورن حضرت حادی صلوات الله علیه سفارش کرد تا این شیر سیر نشده شما حق ندارید قضا بخورید شب و روز بار خوش